سلام دوستان عزیز در این ویدیو برای شما تمام تنظیمات اسنابچت را از زلف تا یا از ای تو برای تان بیان میکنم برای دانستن این پس لطفا تا اخیر ویدیو ما را همراهی نماین و برای حمایت از ما کانال ما را سبسکرایب نماین حال میره میبینیم که تمام این تنظیمات اسنابچت کدام ها هستن بالای چت خود کلیک میکنیم زمانی که بالای اسناب چت کلیک کردین در قسمت بالا بالا دگمه پروفایل آیکن کلیک بکنین در قسمت دوستان قبل از اینکه به تنظیمات اصلی برویم در اینجا یک چند تنظیمات اولی هست باید این را انجام بدهیم در قسمت, در قسمت اگر بالای ای عکس پروفایل تا شما کلیک بکنین در اینجا سه آپشن رو میبینین یا سه گزینه رو میبینین اگر خواستین که شما یوزرنیم تون را با کسی شریک نموین یوزرنیم این سوگ تون را بلای سند یوزرنیم کلیک کنین و شما میتوانید توانین یوزرنیم تون را به هر دوستی تون که در سنفچت خواسته باشین ارسال بکنین از اینجا لیست دوستان بالای بلای آنها کلیک بکنین بعد از او با آنها ارسال می شوه. بعد از در جا زمانی که انتخاب کردین بلای دگمه کلیک بکنین ارسال می شوه. آپشن بعدی داریم در دا گزینه بعدی سیو اسناپ کد اگر بالا از کلیک بکنین ای هم یک عکسی که در قسمت دیدم عکس اسناپ چتتون در گالری در گالری موبایلتون ظاهر قسمت بعدی داریم شیر اسناپ کد اگر بخواین که امی عکس پروفایلتون را امروی یوزر با, با یکی از دوست با یکی از دوست هایتون با دوستان ایتان شیار نموین بلای کلیک بکنین شیر سناب کود بلای دگمه کلیک بکنین در قسمت اگر از طریق واتساب خواست باشین واتساب فیسبوک خواست باشین فیسبوک این ساگیران خواست باشین این ساگیران. از هر طریق خواست باشین شما می که با دوستیتان شریک سازین و آنها شما را در این ساگیران در سناب بکنن یا در لیست دوستان خود قرار بدهن. این سه تا تنظیمات تنظیم از این قسمت بود در اینجا دوستان در بخش استوری ما داریم اد تو مای دو نوع استوری داریم یک استوری اد تو مای استوری داریم یکی اد مای استوری داریم یکی اد اور استوری داریم اگر شما در قسمت بالا یک پرایوت استوری را دیده می اگر شما در اینجا بالای پرایویت استوری در قسمت کلیک بکنین در اینجا شما میتوانین که از جمع دوستانتان چندین چند تای تا آنها را که با شما نزدیک هستند یک گروپ بسازین بعد از آن در قسمت پرایویت گروپ بسازین بعد از آن که هر استوری را که شما خواستین شیر بکنین هر استوری را که خواستین شیر بکنین یا شریک بسازین تنها همی دوستانی نزدیک تنها در بخش عد تو اور استوری اگر هر استوری را که شما بگذارین تنها همون دو دوستانی که شما در قسمت پرایویت استوری لیست کردین اما اونها میبینن و دیگرها دیدن نمیتوانن اگر هر در قسمت بالا دارین عد تو ما استوری اگر یک گزینه را در قسمت شما استوری گذاشتین هر کس میبینه در قسمت دا اگر شما کدام استوری را گذاشتین بالای دگمه بالای دگمه کلیک میکنیم بالای سند اگر کلیک بکنیم هر کس میتوانه که استوری شما رو ببینه چی دوستتون باشه یا خیر ایرا مربوط بخش بود اگر خواستین که استوری تون را حذف نموین بالای دگمه کلیک بکنین بالا استوری کلیک بکنین در قسمت در قسمت بالا سه نقطه دیده میشه بالا از او کلیک بکنین در اینجا در قسمت پایین بالای دگمه دلیت کلیک بکنین و بالای دگمه دلیت در اینجا کلیک بکنین استوری شما حذف می شود ای بود مربوط به استوری قسمت بعدی داریم دوستان در دا اینجا مربوط به فرنس می شود یا دوستان است در اینجا اگر شما خواست باشین که دوست های بیشتری را در جمع دوستانتان اضافه کنین بلای ادز فرین کلیک بکنین در قسمت در اینجا شما میتونن هر کسی را که خواست باشین تا بالای دگمه اد کلیک بکنین و در سناو با شما در فریم یا دوست شوا دوست شوا. یا در دو دوستان شما قرار بگیره در قسمت بعدی داریم دوستان مای فریندز اگر بالای مای فرینز کلیک شما کلیک بکنین تنها دوستانیتان را لیست دوستانیتان را در این قسمت میتوانین ببینین در بخش بیت موجی سه آپشن دیگه یا سه گزینه دیگه داریم اگر شما خواستین که هم عکسی عکس پروفایلتون را چینج بکنین یا تغییر بدهین بالای چنج اوت فیت کلیک بکنین در اینجا شما میتوانین که هر عکسی را که خواستین انتخاب بکنین در اینجا عکس های مختلف دیده می شود مختلف در اینجا شما که انتخاب بکنین هر کدام این را که خاصه باشین بعد از اون در قسمت پایین شما هر چیز را می در اینجا وسایل را می بینین بوت را می هر نوع وسایلی که بخواین که شما این را دیزاین بکنین دیده می شما انتخاب بکنین بعد از اون در قسمت بالا در قسمت بالا بالای دگمه سیف کلیک بکنیم. ای در حکس پروفایل سنفچت شما ذخیره می شود قسمت بعدی داریم ایدیت مای بیت موجی بالای اگر ما کلیک بکنیم می توانیم که امی اکسی پروفایل سنابچت خود را ایدید بکنین از این لیست اکس هایی که در اینجا دیده میشود، هر کدام این که خواسته باشین شما میتوانید کلیک بکنین و آنها را انتخاب بکنین شما اگر میخواین میتوانید این کار را بکنین زمانی که انتخاب کردین در قسمت بالا باز بالای دگمه سیف کلیک بکنید، این در سناف... پروفایل سنابچت نو زخیره می شوه. قسمت بعدی داریم سیلیکت سیلفی بلای دکمه اگر ما کلیک بکنیم در اکس, اکس هایی که به شکل سیلفی گرفتگی شده, گرفتگی شده در سنابچت می از اکس های سیلفی یکی از آنها رو در سنابچت خود انتخاب بکنیم هر اکسی آنها رو اگر خواسته باشین شما میتوانیم که انتخاب بکنین بالاش کلیک بکنین بعد از اون بالای دگمه دن کلیک بکنین یک عکس مستقیم در پروفایل سنابچت شما ذخیره میشود. قسمت بعدی داریم سناب مپ اگر شما بخواین که موقعیتتون را با دوستانتون شریک بسازین یا شیر کنین بلای ای کلیک بکنین در اینجا شما می موقعیتتون رو با دوستانتون شریک سازین بلای این کلیک بکنیم در اینجا اینجا دوستی شما دیدم می شود از این دوستان ای تنها هر کدام میشه که خواست باشین شما می انتخاب بکنین بالایشون کلیک بکنین بعد از اون می انتخاب بکنین بعد از از بعد از اینکه شما دو خواستین که با دوستان ارسال بکنین بالای این دگمه کلیک بکنین و این ای موقع شما با, دو با دوستان ارسال می شود این تنظیمات این بخش تمام شد دوستان در بخش بعدی داریم حال میریم بالای تنظیمات اصلی اینستاگرام میبخشید دوستان تنظیمات اصلی سنابچت در قسمت بالا بالای سیت، کلیک میکنیم بالای علامه که دیده میشوند در اینجا دوستان از بالا و پایین شما میبینید که تمام این تنظیمات مربوط به تنظیمات اصلی سنابچت است من تمام اینها را یکی به یکی از بالا و پایین برای شما واضح می سوزم در قسمت اول مربوط مای اکاونت می شود یا مربوط حساب سنفچت می شود در اینجا پن... تا این بخش تا بخش لنگویج مربوط این می شود اینها را واضح می سازیم در قسمت اول نام اگر شما خواسته باشین که نامتون را در سناب تغییر دهین بالای دکمه نام کلیک می کلیک, کلیک کنین در قسمت شما می توانید را تغییر دهین یا هر نامی را که خواسته باشین در اینجا انتخاب بکنین زمانی که نامتون را انتخاب کردین بعد از اون بالای دکمه سیو کلیک بکنین نام شما ذخیره می شود در قسمت بعدی داریم یوزر نیم شما نمی توانید دوستان یوزر نیم را در سناب بار بار تغییر دهین فقط یک بار در زمانی که شما اسناب چت می, می که اسناب خود را انتخاب بکنین هر قسمی که خواسته باشین بعد از اون نمی آن نمی که اسناب چت رو را یوزر نمی اسناب را تغییر دهین شما میتوانید آن را شیر کنین یا شریک بسازین با دوستان تون بالای د دگمه ما کلیک بکنیم در قسمت شما می از طریق واتساپ یا فیسبوک یا مسنجر یا هر طریق دیگه با دوستانتون شریک بسازین فقط متوجه باشین در این ساختن سنابچت یوزر نام خود را هم انتخاب بکنید در قسمت بعدی داریم برده اگر شما خواستین که روز تولدیتان رو را تغییر رهن تاریخ تولدیتان رو را تغییر رهن بلای دگمه کلیک بکنین در اینجا شما میتوانین که تا بالای دگمه اگر کلیک کنین در قسمت پایین برای شما سال و ماه و روزه را رو نشان میده اگر خواست باشین در اینجا میتوان تغییر دهین در کدام ماه یا در کدام سال یا در کدام روز یا در کدام ماه که به دنیا آمدین از این قسمت انتخاب بکنین زمانی که انتخاب کردین اگر خواستین که همین سال تولد شما را یا تاریخ تولد شما رو با دوستانتان سناپ نشان بده یه دگمه را بکنین اگر خواستند که خصوصی باشه پیش خودتان باشه آنها نفهمن این دگمه را انتیک بکنین یا از بیرون بکنین بعد از اون بالای دگمه کانتینیو کلیک بکنین تاریخ تولد شما تغییر میکنه در قسمت بعدی داریم شما موبایل نمبر یا شماره موبایل اگر شما بخواین که شماره موبایلتان را در رسنرچت تغییر رهن بالای این دگمه کلیک بکنین در اینجا شماره موبایل خود را تغییر هر چی که است اگر خواستین که شماره موبایل تان با دوستان تان در سنابچت نشان داده شوه با دوستان تان در سنابچت نشان داده شوه این دگمه را تیک بکنین اگر خواستین که پیش خود تان شماره موبایل تان خصوصی باشه هیچ کس نگو بینه این را از تیک بیرون بکنین بعد از آن بالای دکمه ویریفای کلیک بکنین و به شما یک کود میاد کود رو وارد کنین شماره موبایل شما در اینجا ذخیره می شود قسمت بعدی داریم دوستان ایمیل آدرس اگر شما می که ایمیل آدرستون رو را در سناب تغییر رهن ره بلای دکمه کلیک بکنین در ای قسمت ایمیل آدرس خود را تغییر رهن ره هرچی که خاصی نوشته بکنین اگر خواستین که این ایمیل با دوستان تان شر... هم ایمیل آدرس شما را ببینه ایرا تیک بکنین اگر خواستین که ایمیل آدرس خصوصی باشه یا هیچ کس نببینه یا مخفی باشه ای را از تیک بیرون بکنین بعد از آن بالای دگمه دگمه سیفت که در این قسمت دیده میشه و کلیک بکنین ایمیل آدرس شما ذخیره میشه در قسمت بعدی داریم پاسورد در دا اینجا اگر شما خواسن که پاسورد سناپ خود رو تغییر دین بلای دکمه کلیک بکنین در قسمت پاسورد فعلی سناپ چتتون رو وارد کنین تا پاسورد فعلی چتون رو وارد نکنین نمیتونین تغییر دین پاسورد را که وارد کردین بعد از اون بلای دکمه کنتینیو کلیک بکنین ده قسمت شما میتونین که پاسورد بدهن با سناپ چتتون پاسورد ده سناپ چتتون رو که بدین در قسمت دوم پاسوردی را که وارد کردن دوباره وارد بکنین بعد در قسمت دوم پاسوردی را که وارد کردن دوباره وارد بکنین بعد از اون بالای دکمه سیو در این قسمت کلیک بکنین پاسورد اسناب شما تغییر میکنه قسمت بعدی داریم دو دوستان تو فاکتور اتنتیکیشن دا اید گزینه را من یک ویدیوی کوتاه ساختم دوستان شما بالای از آن کلیک بکنین لینک اش را در قسمت و دسکریپشن ویدیو میگذارم شما بالای آن کلیک بکنین ببینین در قسمت بعدی دا داریم دوستان کنیکتید اپس اپ های را که یا برنامه های را که شما دا این دگمه کلیک میکنیم اپ ها یا برنامه های را که در سنابچات شما اگر باشه در قسمت نشان داده میشود. و یا سنابچات شما اگر با کدام اپ کنیک باشه یا وصل باشه در یک قسمت برای شما نشان داده میشود. و قسمت بعدی داریم نوتیفیکیشنز بالای این دگمه کلیک میکنیم در اینجا شما میتوانید که پیام ها یا نوتیفیکیشن را که از دوستانتان دریافت میکنین آنها را کنترول بکنین یا بعد اختیار خود آنها را منظم بسازین اگر خوا... به طور مثال اگر میخواین که از دوستانتان دوستانتان که دستوریشان چیزی را شیر میکنه یا می میسازه برای شما یک پیام یا نوتیفیکشن بیاید، این دکمه را تیک بکنین و اگر نمیخواین ایران از تیک بیرون بکنین اگر قسمت بعدی داریم فرند فرند اگر میخواین که از دوست کسایی که با شما درخواست دوستی میده برای شما پیشنهاد دوستی میده در برای شما یک نوتیفیکیشن به را تیک بکنین اگر نمیخواین از تیک بیرون بکنین اگر کسی که شما رو منشن میکنه سا کسی که شما را تک میکنه در یک پوستی سنابچت برای شما یک نوتفیکشن بیایه اگر خواستین که به شما نوتفیکشن بیایه ایره تیک بکنین اگر نخواستین ایره از تیک نکنین و این بخش دیگه شما در بخش اگر خواستین به شما نوتفیکشن بیایه ایره تیک بکنین اگر نخواستین اگر نخواستین از تیک بیرون بکنین قسمت بعدیش هم داریم فرنس برده اگر خواستین که از روز تاریخ تولد دوستانتان که تاریخ تولدشان فرا میرسه برای شما یک نوتیفیکشن یا یک پیام بیایه این را تو به حالت تیک بانین اگر خواستین که نبیایه برای شما این را از بیرون بکنین قسمت بعدیش هم مسیج ریمایندر است که در قسمت هم اگر تیک بکنین برای شما مسیج میاد و نتیگ نکدین مسیج نمیاد دوستان به همین شکل شما میتوانید تمام اینها را تک بکنین اگر خواستین که برای شما نوتفیکشن یا پیام بیایه آنها را تیک بکنین اگر نخواستین میتونین که از بیرون بکنین اینجا هم اگر بیس فرند بیس فرند مسیج اگر خواستین که کسایی که به شما مسیج میکنند مسیج آنها ساوند یا صدا داشته باشه ای را تیک بکنین اگر خواستین که بدون ساوند یا صدا باشه ای را از تیک بیرون بکنین اما قسم دیگه هم میتوانین این کار را انجام بدهین قسمت بعدی هم ویک اپ ویک سکرین بلینک الیدی ویبریت ساوند و رینگ این ها را هم شما میتوانین که کنترل بکنیم در قسمت بعدی داریم قسمت بعدی هم تمام شد حال قسمت بعدی میریم دوستان بخش نوتیفیکیشن هم تمام شد در اینجا داریم بیت ایموجی بالای دگمه کلیک میکنیم دوستان این بخش رو در شروع ویدیو برای شما واضح ساختم که چگونه یک عکس رو در پروفایل اسنابچتتون بگذارین چگونه ایدیت بکنین و چگونه سیلفی در اونجا پست بکنین در شروع ویدیو برای واضح ساختم قسمت بعدی داریم ش... ش... شزام شزام بلای ما اگر کلیک بکنیم ای با یک برنامه ضرورت داره که یک برنامه بنامه شزام نست از پلیستور باید دانلود بکنیم بعد از او گزینه کار میکنه یا فعال میشه در غیر از او که فعال نمیشه و قسمت بعدی داریم اپس فرام سناب بلای ما کلیک میکنیم اپ هایی را که سنابچت سپورت میکنه یا سنابچت مربوط یا می میشوند در اینجا برای شما نشان داده میشوند یکی بیت موجی است و دیگه زینری است و قسمت نشان داده شود. قسمت بعدی داریم لنگویج بلای این دکمه کلیک میکنیم در قسمت هر زبانی را که شما خواسته باشین میتوانید انتخاب بکنین تا همه پایین تمام زبان ها هست اما متاسفانه زبان فارسی تا هنوز اضافه نشده در اینجا اگر کلم زبان دیگر خاصه باشین می توانین در این قسمت انتخاب بکنین قسمت مربوط اکاونت تمام شد دوستان قسمت بعدی میرم مربوط ادیشنال سرویسیس است تا این بخش پایینه مربوطی مربوط می شود در اینجا در قسمت اول داریم منیج بالای این دکمه اگر ما کلیک بکنیم در اینجا یک لینز استیدیو کار است که یک برنامه لینز کار است ایره باید در تلفن در تلفون ما ایره در کمپیوتر ایره در دا دانلود بکنیم در دا کمپیوتر زخیره بکنیم در کمپیوتر نصب بکنیم بعد از می میتوانیم که لینز سنابچت رو با آن وصل بکنیم قسمت بعدی داریم در دا اینجا کانتکت می بالای این دکمه ما کلیک بکنیم در قسمت شما می توانید انتخاب بکنید که کیها با شما تماس گرفته بتوانند و کیها نتوانند اگر بالای ایوریوان کلیک کردین همه کس با شما تماس گرفته می توانند و اگر بالای مای که انتخاب کردین تنها دوستان شما در سنابچت با شما تماس گرفته می توانند و دیگر اشخاص نمی قسمت بعدی داریم ویو مای بلای این دکمه کلیک میکنیم. در این قسمت هم, هم شما میتوانید که انتخاب بکنید که که ها ستوره اصنافچت شما را ببینن و که ها نتوانند ببینند. اگر Everyone را انتخاب کردید اولگی اش را، همه کس میبینه. اگر دومگی اش را انتخاب کردید، Friends Only را انتخاب کردید، تنها دوستان شما میتوانند ببینن و اگر کاستوم رو انتخاب کردین ثومگی اش را، تنها چند تا دوست محدودی را که شما انتخاب میکنین آنها توانند ببینن و بقیه دوستانیتان نمیتوانند ببینن بالای کستوم اگر کلیک بکنید در قسمت لیست دوستانیتان را در اینجا برای شما نمایش میده هست شما میتوانید هم همون دوستانی را که میخواین سوریتان تن و با آنها شریک شود انتخاب بکنین به طور مثال بالای, بالای, بالای هر کدام اگر, اگر اینو کلیک بکنین اینو انتخاب میشوند بعد از آن استوره شما را اما چند شخصی محدود زمانی که شیر کردین میبیند دیگه هیچ کس نمیبینه قسمت بعدی نداریم دوستان سی می این کویک ادز بالای این دگمه اگر ما کلیک بکنیم در قسمت شما این دگمه را تیک بکنید دوستان زمانی که ای تیک باشه سنابچت به با را پیشنیاد میکنه که فلانی شخص هم در سنابچت استفاده میکنه میتوانید که آنها را در لیست دوستان خود عد بکنید اگر این نباشه این پیشنیاد در سنابچت به دیگران نمیکنه و دیگران نمیدونه که ما سنابچت استفاده میکنیم قسمت بعدی نداریم سی مای لوکیشن اگر بلای از این دگمه کلیک بکنیم شما میتوانید لوکیشنتون را با دوستانتون شریک بسازین اگر تنها با دوستانتان خواستین شریک بسازین موقعیتتان را بالای مای فرینز انتخاب بکنین اگر خواستین که موقعیتتون را از بعضی کسا پنهان بسازین دیگه همه کس ببینه برای دگمه دونگیش رو انتخاب بکنین بعد از اون یک قسمت همان شخصی را که شما میخواین موقعیتتون را نببینه انتخاب بکنین زمانی که انتخاب کردین بعد از اون بالای دگمه دان کلیک بکنین آن شخص نمی دیگه نمیتوانه که موقعیت شما رو ببینه در قسمت بعدی داریم only these friends تنها در اینجا در قسمت بعدی اگر شما بالای دگمه کلیک بکنید تنها چند دوست محدودی را که شما انتخاب میکنین آنها موقعیت شما رو میبینن و دیگه افراد و اشخاص نمیتوانن ببینن بالایی اگر به طور مثال کلیک کردیم در اینجا میتوانین که لیست همان دوستانتون رو انتخاب بکنین به طور مثال بالایی ای, ای ای چند تا انتخاب کردین بعد از آن بالای دکمه میدن کلیک بکنین ای دوستان شما انتخاب میشه و, و بعد از آن تا آنها چند دوست محدود شما میتوانن که موقعیت شما را ببینند قسمت این قسمت هم تمام شد قسمت بعدی را میبینیم میموریز بالای دکمه میموری کلیک میکنیم در اینجا دوستان اگر شما میخواین از این دگمه را تیک بکنین، چون اگر از شما وقتی که وای فای در رست شما نباشد سناب چت شما را اجازه میده که از دیتای موبایلتان یا از اینترنت موبایلتان استفاده بکنه در قسمت با این داریم سیو بطن در اینجا بلای این دگمه اگر ما کلیک بکنیم اینجا سه گزینه دیده می شود اگر خواستیم که امی اکس را که از گالری از سنابچت ذخیره میکنین در دا در دا دا را که از چت دانلود میکنین تنها در میموری سنابچت تون ذخیره شوه بالای میموری کلیک بکنین اگر خواستیم که هم در میموری هم در آفیزه سنابچت و هم در گالری موبایلتون هم یک را که دانلود میکنین ذخیره شوه گزینه دونگیش دو رو انتخاب بکنین و اگر خواستین که تنها در کمرا رول آنلی تنها در گالری موبایلتان ذخیره شود گزینه سونگیش رو انتخاب بکنین بعد از اون عکس هایی که دانلود میکنین تنها در گالری موبایل شما ذخیره می شود در قسمت من گزینه دونگیش دو رو انتخاب میکنم هم در گالری موبایل و هم در آفیزه اسنپ‌چت به ذخیره شود قسمت بعد در اینجا دا یک گزینه دیگه هم داریم دوستان یا آت ما مای ستوری سناپس بلای دگمه کلیک میکنیم در اینجا اگر خواستیم که امی ستوری شما به شکل مستقیم به شکل خودکار زخیره شوه این گزینه را انتخاب بکنین و اگر خواستیم که خودتان انتخاب بکنین ای گزینه را انتخاب بکنین به شکل خودکار ذخیره نشوه گزینه اولگی را انتخاب بکنین اگر خواستین که به شکل خودکار میموری تان ذخیره شوه گزینه دومگیش را انتخاب بکنین آتو سیو میموری است بخش میموری هم تمام شد در بخش بعدی داریم سپیک تک spectacles بالای این دکمه کلیک میکنیم در یک قسمت هم دوستان این ضرورت به یک اپ و یک برنامه داره تا آن نباشه از دکمه فرق کار نمیکنه قسمت بعدی داریم کستومویز ایموجی بالای این دکمه ما اگر کلیک بکنیم در یک قسمت شما میتوانیم که ایموجی هایی را که در سنپ چت استفاده میشوه یا موجود است درباره آنها معلومات داده او ده اینجا اینجا شما خودتان انتخاب بکنین یا شما خودتان کنترل آنها را بکنین مثلا ای دو دانه قلبک چی معنا ده بی دبل اف چی معنا یا قلب چی معنا و ای چی معنا میته در باره اونا ها که در این قسمت کمی تشریح دادن شما اگر خواست باشین میتوانین که اینها رو تغییر بدهین بالا از این اگه کلیک بکنین در اینجا میتوانین که هر ایموجی را که خواست باشین انتخاب بکنین بعد از او در اینجا آن تغییر میکنه مثلا سوپر بای فرند بیست فرند در قسمت بعدش نشه بی دبل ایف بیست در اینجا اگه خواستیم که این به شکل پیش فرض خود باقی بمونه در قسمت پایین بالای ریسید تو دیفالت کلیک بکنین بالای یاس کلیک بکنین پس یه حالت اولی خود رو میگیره یا به حالت اولی خود برمیگرده در اینجا در قسمت بعدی داریم دوستان ادز بالای ای ادز کلیک میکنیم در اینجا دو بخش داریم باز در دا بخش ادز یکی اد پریفرینسیست یکی دیگر لایف استایل ان انترستیست بالای اولگی ای کلیک میکنیم در قسمت دو سان اگر ها تیک کدگی باشه این رقم تیک کدگی باشه اینها را شما از تیک بیرون بکنین چون زمانی که اینها تیک کدگی باشه به شما اعلانات تجارتی زیاد پخش میشه در سناب به شما مزایمت ایجاد میکنه در قسمت بعدی داریم لایف استایل انترست بالای از یک دگمه کلیک میکنیم در قسمت هم شما میتوانید که انتخاب بکنید که در اینجا موضوعات مختلف است اگر شما از این موضوعات در کدامش که خوشیتان میاد انتخاب بکنین مثلا بخش تجارت هست و بخش خبر از و بخش سیاست است و هر بخشی را که شما میخواین در این بخش شما میتوانید تیک بکنین بعد از اون در همین بخشی را که شما انتخاب میکنین برای شما اعلاناتی تجارتی در روی سنفچهتون پخش میشه یا نشر میشه قسمت قسمتم تمام شد در قسمت بعدی داریم در اینجا دیتا سیور بالای این دگمه کلیک میکنیم دوستان این دگمه را که در اینجا میبینین اگه تیک تک کدگی نباشه ای را شما تیک بکنین بعد از آن ای را تک بکنین زمانی که شما ای را تک کدین اینترنت تلفن شما را سناپچت کم مصرف میکنین به نیت کم میتوانین شما سناپچت را استفاده بکنین قسمت با این قسمت هم تمام شد قسمت بعدی داریم پرایویسی در قسمت هم تا ای پایین مربوطی یک قسمت می شود در قسمت در بخش اول داریم کلیر کانورسیشن اگر شما چت با کسی کده باشین در اینجا می توانین آنها را پاک بسازین بالای این دگمه اگر کلیک بکنین در قسمت شما می که چت های را که با هر کس کردین. پاک بسازین بالای علامت ضرب در اینجا دیده می کلیک بکنین بالای کلیر کلیک بکنین پاک می شود بالای آن کلیک بکنیم برای کلیر کلیک بکنیم چت ما با آن شخص پاک می شود در قسمت بعدی داریم در اینجا کلیر سرچ هیستوری هر چی را که در سناب شما سرچ کرده باشین در اینجا در این قسمت شما می توانیم اون را حذف بکنین بالای این دکمه اگر کلیک بکنیم بالای اوکی اگر کلیک بکنیم هر چیزی را که سرچ کرده باشین در سرچ بار سناب از اینجا می توانید اون را پاک بکنید قسمت بعدی داریم کلیر تاپ لوکیشن لوکیشن هایی را که شما رفته نو دیدین در این قسمت شما می توانید اون را پاک بسازین یا لیستی آنها را پاک بسازین بلای کلیر اگر کلیک بکنید پاک میشوند قسمت بعدی داریم کانتکت سینکینگ بلای این دگمه کلیک میکنیم در قسمت ده اگر دوستان در اینجا شماره هایی که در موبایل شما موجود است بالای ویو کانتکت اگر ما کلیک بکنید در قسمت شماره هایی که در موبایل شما موجود است در اینجا لیست لیستی آنها رو برای شما نشان میدهند اگر شما میخواین که اگر این گزینه را شما قسم را شما تک بکنین بعد از آن دمی شماره هایی را که در لیست در موبایل شما موجود است از این طریق شما زود می که با از این شماره های موجودی که در قسمت در اینجا نشان داده میشود شود برای شما واضح میسازد که سنوچت ای اشخاص هم سنوچت استفاده میکنند. اگر شما ای, گزی ای گزینه را از اینجا تک از تک بیرون بکنین برای شما معلوم نمی شود که این اشخاص از سنوچت استفاده میکنند یا خیر شما یک گزینه را تک بکنین به خاطر اینکه برایتون اگر خواستین زود معلوم شوه که از اینجا می چیک چیک بکنیم که کیو از اسناپ چت استفاده میکنن و کیو نمیکنن بالای ویو کانتاکتس کلیک بکنید در قسمت لیست اونها رو برای شما نشان میده قسمت بعدی هم دوریم دوستان اور استوری سناپ اگر استوری هایی را که در اسناپ چت گذاشته باشین بعد از 24 ساعت دقیق قسمت ذخیره میشه بالای دوره اسنپ کلیک میکنیم در اینجا چون متا هنوز چیزی نگذاشتم در اسنپ چتم در اینجا چیزی نیست اگر شما گذاشته باشین استوری هایتون بعد از 24 ساعت قسمت میای ذخیره میشه قسمت بعدی داریم پرمیشنز بالای این دکمه کلیک میکنیم در اینجا زمانی که شما اسنپ رو اینستال میکردین یا ذخیره جور میکردین اسناپچت از شما اجازه گرفته بود که از کامره شما استفاده میکنه از کانتک نمبر شما استفاده میکنه از موقعیت شما استفاده میکنه از مایکروفون تلفون شما استفاده میکنه از شما تلفون شما استفاده میکنه از آفیز تلفون شما استفاده ای میکنه این چیزا را اسناپچت از شما اجازه گرفته بود و لیست شده قسمت پرمیشن یا اجازه برای شما نشان میدهد قسمت بعدی داریم مای دیتا بالای دگمه اگر ما کلیک بکنیم در اینجا شما می تمام معلومات و تمام دیتا و تمام چیزهایی که در دا این دارین دانلود نمایید یا ذخیره زخ... سازین اگر خواستن که را دانلود نمایید بالای سب کلیک بکنید بعد از اون در قسمت شما یوزرنیم و پاسوردی تان را وارد کنین پاسورد چیزیتون سنابچت آن را در قسمت پایینم پایین هم بلای دگمه کانتینیو کلیک بکنین و اینها در موبایل, در موبایل شما ذخیره می هی قسمت هم تمام شد دوستان قسمت بعدی داریم سپورت در قسمت شما می که اگر کدام کمک ضرورت باشه از اه... تیم سنابچت بخواین به طور مثال در قسمت اول هست I need help کدام کمک ضرورت داشته باشین می که از سنابچت بخوین در اینجا موضوعات مختلف است در بخش سیکیوریتی شما ما کمک میخواین در بخش سیفتی میخواین در کدام در اکاونت مشکل داره در بخشی را که شما خواسته باشین از اینجا اگر انتخاب میکنین بعد از اون شما میتوانین که این مشکل را با چت شریک بسازین قسمت بعدیش هم داریم دیگه آیا او سیفتی کانسرن اگر شما در بخش زخیره سازی امنیت شما کدام مشکلی داشته باشین با این دگمه کلیک میکنین و عین شکل شما می توانید این معلومات را بخونین و مشکلتون را با اسناب حل بسازین قسمت بعدش داریم I have a privacy question اگر کدام سوال خصوصی اگر داشته باشین با آلای دگمه کلیک میکنین در قسمت شما میتونن سوالتون را با سناب چت شریک بسازین در اینجا نوشته است که چگونه ما می توانیم به شما هلپ بکنین به طور مثال از این چیزا یکی آنها را انتخاب بکنین ما یک در بخش لاگین حسابتان مشکل دارین یا در دا هر بخش دیگه که اگر مشکل داشته باشید شما می با آن بعد از آن آن, آن آن را با تیم سنوچت شریک سازین در قسمت بعدی داریم فیدبک اگر در در بخش شما اگر در جای کدام اشتباه یا کدام چیزی را از دیگه دیده باشین شما میتوانین که آن را با سنابچت یا با تیم سنابچت شریک بسازین به طور مثال اگر با در کزینه اولگی داریم آی سپاتید آی سپاتید باکس بلای دگمه کلیک کنیم در قسمت در اینجا با طور مثال بلای کامرا کلیک میکنیم در اینجا در بخش اول در قسمت شما می توانید که مشکلاتتان را نوشته بکنین بعد از او اگر کدام عکسی داشته باشین بلای در تلفون تان بالای عکسی کمره در اینجا که دیده کل... کلیک میکنین و عکس را از گالری موبایل خود انتخاب میکنین و در قسمت بعدی بلای چوز تاپیک بلای دگمه کلیک بکنین در مشکلات شما در کدام بخش است بخشی اما مشکلات خود را در اینجا انتخاب میکنین بعد از آن شما میتوانید که این با ای با بالای سند که کلیک کنین در قسمت پایین بالای دکمه سبمیت که کلیک کردین این مشکلات شما با تیم نهاب چت میشود میشه و آنها در این باره با دست تصمیم میگیرن یک قسمت قسمت به در اینجا دا گزینه بعدی داریم او آی حرف از سجشن کدام پیشنیاد اگر داشته باشین هم می که به تیم اسنپ چت پیشنهاد بکنین بالا دکمه کلیک بکنین این شکلی که قبلا انجام دادین کار را انجام بدهین بالا گزینه بعدیش داریم شک تو ریپورت بالا دکمه کلیک بکنیم در قسمت هم شما می که کار را انجام بدهین در قسمت بعدی داریم دوستان مور انفورمیشن در اینجا هم در سه بخش داریم یکی پرایویسی هم پرایویسی پولیسی همی سیاست خصوصی همی ترم و پولیسی همی سنابچت را بلای اگر از یک دگمه کلیک بکنیم برای ما در این قسمت نشان میدهد و ما میتوانیم آنها را بخونیم که چی هست و چی نیست قسمت بعدی را هم داریم سیفتی سنتر برای دقیقا اگر ما کلیک بکنیم معلومات در باره سیفتی یا معلومات در باره امنیت سناپچات رو برای ما واضح تشریح کرده تمامی چیزها رو در قسمت اگر صور و حساله دارید قسمت بعدی را هم داریم ترمز آف سرویسیز برای دقیقا اگر کلیک بکنیم دوستان این بخش ما مربوط به چی میشود؟ به این میشه که شما بخوانید که چی سیاست و چی پلیسی داره و کدام کارا را میتونین انجام بدین و کدام کارا را انجام دادن نمیتونین ادر لیگل هم کلیک بکنیم این شکل است قسمت بعدی نداریم اکاونت اکشن در اینجا باز سه دسه گزی نداریم یکی کلیر کش است بلای اگر کلیک بکنیم در این قسمت ما اگر بلای دگمه کانتونیو کلیک بکنیم در همه اطلاعات و معلومات که در اسناب چت من داریم حذف می شود پاک می شوه. قسمت دیگه کلیر لینز دیتا است دکمه هم کلیک بکنیم بالای دکمه کلیر کلیک بکنیم معلوماتی رو هم که در بخش هست با حذف می شود این او قدر ضرور نیست که شما این نخواه را پاک بکنید اگر پاک هم کنید مشکل ندارد قسمت بعدی داریم دوستان بلاک بلای دکمه اگر ما کلیک بکنیم در اینجا کسایی را که شما بلاک کرده باشین در سنابچت لیستش در اینجا برای شما نشان داده می شود در نوز هیچ کس را بلاک نکردم چون لیستی در اینجا دیده نمی شود قسمت بعدی داریم دوستان لاگ اوت بالای از این دکمه اگر کلیک بکنین در سنابچتتون لاگ اوت می شود دو دوستان این بود تمام تنظیمات این سنابچت اگر این ویدیو خوشیتون آمده باشه لطفا کانال ما را سابسکرایب نموین تو ویدیوهای بعدی الله حافظتون